20 سپتامبر، 31 شهریور ماه، روزی که مقام‌های آمریکا و ایران خودشان را برایش آماده می‌کردند. روزی که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو ساعتی قبل از فرارسیدنش با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز می‌گردند. آمریکا این اقدام تعیین کننده را انجام داد چون علاوه بر اینکه ایران در انجام تعهداتش نسبت به توافق جامعه هسته‌ای قصور کرد، شورای امنیت هم تحریم‌های تسلیحات ایران را که 13 سال ادامه داشت تمدید نکرد. آقای پومپئو در این بیانیه گفته آمریکا انتظار دارد که تمامی اعضای سازمان ملل کاملاً به تعهدات خود برای اجرای این تحریم‌ها عمل کنند. او گفته در روزهای آینده این کشور اقدامات مضاعفی را برای تقویت اجرای تحریم‌ها انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا خط و نشانی هم برای متخلفان احتمالی کشیده و گفته اگر کشورهای عضو سازمان ملل به تعهدات خود برای اجرای این تحریم‌ها عمل نکنند، ایالات متحده آماده است علیه آنها اقدام کند. بیانیه‌ای که بلافاصله با واکنش مقام‌های ایران روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری آمریکا را قلدر نامید و گفت ایران هرگز زیر بار قلدری آمریکا نرفته و الان هم نمی‌رود. که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که در قلدر نامیدن آمریکا با موافقش موافق است، از جامعه جهانی خواست جلوی اقدام آمریکا بایستد. آمریکایی‌ها یه قاعده قلدری دارن که این قاعده رو استفاده کردن همواره و اینجا ممکن استفاده کنن. البته جامعه بین المللی باید خودش تصمیم بگیره که در برابر قلدری میخواد چه اقدامی بکنه. متاسفانه به خاطر نفوذی که آمریکا در بازار مالی دنیا داره، تونست قلدریشو در حوزه تحریم‌های مالی به نتیجه برسونه. جامعه بین المللی هم البته نسبت به اقدام آمریکا سکوت نکرد. نماینده بزرگترین سازمانش آنتونیو گوترش به شورای امنیت نامه نوشت و گفت که نمیتواند درباره بیانیه آمریکا اقدامی بکند، چون به گفته او به نظر می‌رسد در این مورد عدم قطعیت وجود دارد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای با اقدام آمریکا مخالفت کرد. همانطور که در بیانیه‌ام در 20 اوت یادآور شدم، آمریکا به طور یک جانبه با فرمان ریاست جمهوری در 8 می 2018 از توافق جامعه هسته‌ای خارج شد و متعاقباً در هیچ یک از فعالیت‌های مرتبط با توافق شرکت نکرد. بنابراین نمی‌توان این کشور را به عنوان یکی از شرکای توافق جامعه هسته‌ای در نظر گرفت و از این رو نمی‌تواند روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت آغاز کند. در نتیجه تعلیق تحریم‌ها طبق توافق هسته‌ای ادامه پیدا می‌کند. روز شنبه هم بریتانیا، فرانسه و آلمان مشترکاً گفته بودند که به تلاش بی‌وقفه خود برای حفظ توافق هسته‌ای ادامه خواهند داد. روسیه، رقیب قدیمی آمریکا که حالا بیشتر به عنوان متحد ایران شناخته می‌شود، هم اعلام بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. مکانیسم ماشه سازوکاری پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را درخواست کنند، روندی که آمریکا 30 روز پیش آغاز کرد. البته یک جای کار اشکال دارد. این حکم و امضا که آمریکا طی آن مه 2018 از توافق هسته‌ای کناره‌گیری کرد. مایک پومپئو اعلام بازگشت تحریم‌های ایران را گامی در جهت امنیت و صلح بین‌المللی خوانده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما می‌گوید این روز روز شکست آمریکاست. پیروزی یا شکست؟ عکس‌العمل جامعه بین‌المللی در مقابل قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا می‌تواند تعیین کننده باشد. مهدی بیگی،
رادیو فردا.